ما ایرانی ها در زمان جناب خلیفه دوم مسلمان شدیم دیگه. جسارتن خیر، شروع مسلمان شدن مردم ایران در زمان خود پیامبر بود. اولین ایرانیانی که مسلمان شدن اول به دست پیامبر، دوم به دست امیرالمومنین بوده. تاریخ طبری جلد 1 صفحه 484. مرزوان دو پسر داشت که یکی از آنها عربی را دوست می داشت. او را پادشاه یمن کرد. یمن مال کی بوده؟ مال ایرانیا بوده. پادشاه ساسانی حاکم یمن را تعیین کرد. او را پادشاه یمن کرد و خودش از دنیا رفت. وقتی خبر به کسرا پادشاه ایران رسید که این شخص به زبان عربی شعر میگوید، یعنی انقدر عربیش خوب شده و از زبان عربی خوشش میاد، او را عزل کرد. تو ایرانی؟ و بازان ایرانی را به جای او فرمانده کرد و بازان آخرین کسی از ایرانی ها فرمانده یمن بوده است. پس تا اینجا چی شد؟ یمنی و پادشاهاش همه ایران تعیین میکردش. جالب، زمانی که نامه رو نوشت پیامبر به پادشاه ایران، او یه نامه نوشت بر حاکم یمن که سریع سپاه آماده میکنی بیر این فردی که ادعا کرده پیغمبر است سریع میکشیش. این دو سه نفری بلند شدن اومدن مدینه، خنجرم تو لباس داشتن. پیامبر بعد از نماز بین یا بین دو تا نماز به حالت معجزه قصد اینا رو گفت بهشون. اینا اولین ایرانیایی هستند که مسلمان شدن. برای ابن عازب میگه پیامبر خالد ابن ولید را به سوی یمن فرستاد برای دعوت به اسلام، اما قبول نکردن چون خالد شمشیرش بود، همون اول شمشیر میکشید. یمنیام جنگجو مبارز، هیچ کاری نتونست آقای خالد انجام بده. برگشت، پیامبر علی ابن ابی طالب را فرستاد به سوی یمن و فرمودند هر کس میخواهد از سپاه قبلی همراه علی برود باشد. برام میگوید من با علی هم رفتم، یعنی اول با خالد بودم، برگشتیم شکست خورده بودیم. بعد پیامبر فرمود نفع فرماندهتون عوض میکنم. وقتی به سمت قوم یمن رفتیم، آنها به سمت ما آمدند. اومدن جلوتر. امیرالمومنین نماز را با ما خواند. اونا اومدن امیرالمومنین بغل داره نمازش رو میخونه. اونم دارن نگاه میکنن. داره چیکار میکنه؟ و ما را یک صف کردن و جلوی ما ایستاد. فرمانده رفته جلوی جلو وایستاده. دشمن به خودش چی میگه؟ میگه اینجا نمیترسه. این چه کاری بود الان کرد اینجا؟ نمازه ها. و نامه رسول خدا را برای آنها خواند. پیام پیامبر را باز کرد براشون خوند. و همه طوایف همدان اسلام آوردن. همدان با هی جیمی. با نامه پیغمبر مسلمان شدن. من تو این نکته اینجا داره که البته میگم. تو منابع اهل سنت اومده. علی علیه السلام این قضیه رو بر رسول الله گزارش داد. او یا رسول الله مسلمان شد، نامه رو فرستاد. رسول الله سجده شکر به جا آورد و سر بلند کرد و گفت سلام بر اهل همدان، سلام بر اهل همدان. دو مرتبه سلام بهشون کرد. ارواح الغلی جلد 2 صفحه 229. پیامبر به امام علی فرمود سوار بر ناقه من شو. وقتی به سمت یمن رفتی، تاریخ جرجان یعنی گرگان جلد 1 صفحه 386، و به عقبه افیق رسیدی، به گردنه افیق رسیدی، آن قوم را خواهی دید که به سمت تو می آیند. حضرت آقا رسول پیش بینی کرد، گفت اینطور میشه. پس بگو وقتی رسیدی جلو چش اینا، پس بگو ای سنگ، ای ریگ، ای درخت، رسول خدا بر شما سلام میفرستد. گفت به کوه ها نگاه کن، بگو ای سنگ، ای ریگ، ای درخت، چیزی که میبینی، بگو پیامبر بهتون سلام میده. وقتی امیرالمومنین این کار را کردن، روی عقبه ایستادن، افق به لرزه در آمد و تمام همدانیان شنیدند که سنگ‌ها و درخت‌ها و ریگ‌ها گفتند سلام بر رسول خدا و تو، شمایی که حامل نام ایشونی، و در دم ایمان آوردند. اینجا در میاد اعجاز میکنه پیامبر براشون. پیامبر بعد معجزه برای خودش بیاد، غیر این نه، اعجاز میره همشون اسلام آوردن. بعد از همدان قبایل مزحج و نخع مالک اشتر یمنیه به دست علی ایمان آوردن. حالا حضرت علی میره همینطور داره اینا مسلمان میکنه. خون از دماغ یه نفر نریخته تا الان. بعد کیه؟ علی، علی بدر و احد و خندق، فراموش نکنیم، علی هنین، علی خیبر، شمشیر قلاف. پس از ورود علی به یمن، اولین کسی که به واسطه ایشان اسلام آورد زنی به نام ام سعید برزخیه بود. این زن منزل خود را وقف مسجد کرد، نام آن را مسجد علی نامید که هنوز هم مشهور و پابرجاست. و جالب بدون، یمنی ها تا همین الانش محب اهل بیتن. دیدی دیگه، به اثر اون مدل اسلام هنوز داره میبینی. یه قطره خونم ریخته نشد. پس یمنی ها چی بودن؟ ایرانی ها بودن که اونجا بودن دیگه ها. پیامبر زنده است، اینا مسلمان شدن، فراموش نکنید. اما اینا بعد پیامبر چه ها کردن؟ یه بنده خدا بزن مالک ابن نویره،
خیلی هم آدم بزرگیه، از قبایل بزرگ تحت نظرش شیخ عشیره است، اسلام هم آورده، پیغمبرم قبول داره، آقای خلیفه اولو قبول نداره، زکات هم قبول داره، میگه من قدیر یادمه، شما زدی زیر همه چی، من زکاتی که جمع میکنم به شما نمیدم، خودم خرج میکنم، خرج فقرا میکنم، همین. این بهانه شد. خالد ابن ولید جناب خلیفه اول فرستاد سراغ این، شروع کردن آقا کتابی اینا، گفت نه من مسلمان، با هم نماز خوندن. اینش جالبه، با هم نماز خوندن. خالد تو این هیروبی زن مالک ابن نویره رو دید، دیدین چقدر خوشگله، خب حالا چه کنیم؟ میگه هنگام نماز اسلحه ها رو بر زمین گذاشته مشغول نماز شدن. خالد ابن ولید فرصت رو غنیمت دانسته، دستور داد مالک ابن نویره دستگیر کردن. قرار شد نماز بخونن، تا گذاشتن اسلحه رو زمین ناوردی کرد، مالک رو گرفت بنده خدا و دستور داد سر او رو از بدنش جدا کنن. مالک بهش گفت چرا چنین فرمانی در حق من میدهی؟ گفت تو مرتدی. گفت همین چند وقت پیش با هم از آن گفتیم و نماز خواندیم، والله مثلا من الان وسط نماز منو گرفتی، من کافر چیم مرتد چیم، منو وسط نماز دستگیر کردی. آدم آتیش میگیره، ببین چه میگه، فکر کنی سر خود آدم بیاد، همین آقایانی که ارادت دارن به اینا، این سر خودشون بیاد، ببین میپذیرن یا نه. و نماز خوانیم و عبادت به جا آوردیم، چگونه مرتد شدیم؟ لااقل مرا به مدینه بفرست تا خود ابوبکر به مذاکره بنشینم و خواسته هایی را اجرا کنم. ولی آخرالامر خالد دستور داد سر از بدنش جدا کردند و در همان شب با زن مالک هم بستر شد. شوهر رو کش، با زنش هم زنا کرد و سر مالک و مردان قبیله بنی یربوع را به جای هیزم زیر دیگها گذاشتند و غذا پختند. آجر میذارن زیر دیگ، چهار تا آجر میذارن، سر گذاشت. آیه خالد ابن خالد ابن ولید میشناسید؟ یا توضیح بیشتر بهتون میدم، ایشون همون کسی که دستان امیرالمومنین رو میبنده موقع بیعت گرفتن، خالد ابن ولید. این برگشت تو شهر پیچید، آقا این رفته زن یارو باش زنا کرده، مرده رو کشته و فلان، جوری شد داد خلیفه دوم در اومد که بابا این دیگه بد کنه، اینو بیایم حدش رو جاری کنیم، اونم هر کاری شد. بردنش پیش خلیفه اول، خلیفه اول گفتش که نه، نظر من برای اینه که این یک تصمیم غلطی گرفته، برسی خودت. بعدش همین آیه خلیفه دوم که ایشونو میگه این بعد بشن، زمانی که خلیفه شد ایشونو کرد والی دمشق. خوب بدونید سیر اعلام نوبل جلد یک صفحه 378، تاریخ طبری، تاریخ ابن اسیر، طبقات ابن سعد، استیاب، اصابه، استلغابه و غیره، کتب تاریخ سدسان، همه گفتنی ماجرا رو اینجاش نگاه کنید. هر کس ظلم ظالمی را به پذیرت در آن کار شریک است. اینجا موندن الان چی کار کنن این ماجرا رو ببین چیا نوشتن. یه دشو میگن که ما که خبر نداریم، شاید زوجه مالک طلاق گرفته بوده و عده‌اش هم تمام شده بود، شما اونجا بودید؟ ولی هنوز در گفتن بچه تو خونهشه، جایی نداشت، در خانهش مانده بود. همین بلا سر ننه خودت هم بیارن، همینجوری میگی اینا. پس زنای مالک زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده بوده نبوده است. یه ده دیگه، شاید همسر مالک حمل داشته، بچه داشته و در فاصله بین کشته شدن مالک و همبستر شدن خالد با او زاییده است. در نتیجه زنا در ایام عده واقع نه، یعنی با زن زاو رفته ایشون مثلا زنا کرده، گرفت میگه اون وسط دیگه، اون چون زایده عده نداره اون لحظه میشوده. الله اکبر. آقای قاضی عبدالجبار جبار معتزلی و ابن عبدالبر صاحب کتاب استیاب نظرشون اینه که خالد در انجام این امور قدر عجله به خرج داده و عجله هم کار بدیست. مولوی عبدالعزیز دهلوی صاحب کتاب تحفه اثنا اشعریه راه حل و توجیه مختصرتر و بیدادستری ارائه کرده. میدونی چی؟ این ماجرا دروغ است. با کل این کتاب ها سنده های خر معکردگی دوم نداشت. این مسلمونه، شما از پیغمبر اینو فهمی، من فاتح این اسلام خونه و مسلمون نیستم. اگه این اسلام من مسلمون نیستم. حالا این آقا میشه فرمانده فتوحات، این آقای خالد ابن ولی، این زناکار.